زمان همه پرسی اسکاتلند درباره جدایی از بریتانیا نزدیک می شود و این مسئله نگرانی های زیادی برای بازرگانان شهرهای انگلیسی نزدیک به اسکاتلند ایجاد کرده است. شهر بریک آپن توید یکی از این شهرهای مرزی است که داد و ستد با اسکاتلندی های آن سوی مرز بیش از نیمی از درآمد تولید کنندگان محلی را تشکیل می دهد. جان اسکلی صاحب یک قصابی است و در این باره می گوید: صادقانه بگویم که این مسئله برای بریک خوب نیست. خیلی از مشتریان ما از شهرها و روستاهایی که در اسکاتلند واقع شدند به اینجا می آیند. گوین جونز نیز یکی دیگر از تولید کنندگان محلی است که نگران تغییرات واحد پولی اسکاتلند و بریتانیا است. ما در اینجا هم پول اسکاتلندی ها و هم پول انگلیسی ها را قبول می کنیم. یعنی یک پول مشترک. 5 پوند اسکاتلندی به همان اندازه 5 پوند استرلینگ ارزش دارد. اگر اسکاتلند مستقل شود، قیمت کالاها را تحت تاثیر قرار می دهد. ضمن آنکه یک کار اضافی بانکی نیز بر دوش ما می گذارد. این شهر مرزی که تاکنون 13 بار میان اسکاتلند و انگلستان به دلیل ادعای مالکیت هر کدام از این دو کشور دست به دست شده، از سال 1482 در داخل مرزهای انگلستان قرار گرفته است. ایزابل هانتر، شهردار شهر بریک، میگوید در صورت استقلال اسکاتلند ممکن است مرز ایجاد شود و برای رفت و آمد روزانه میان این شهر و اسکاتلند نیاز به پاسپورت وجود داشته باشد. در آن سوی مرزهای انگلستان، یعنی در داخل اسکاتلند، نیز این نگرانی وجود دارد. در شهر ادینبورگ که یکی از شهرهای صنعتی اسکاتلند است، برخی با جدایی از بریتانیا موافق هستند. اندرو فرلی، سرآشپز رستورانی در گلاسکو، با جدایی از اسکاتلند از بریتانیا موافق است و در این باره میگوید: فکر میکنیم با استقلال اسکاتلند اقتصاد ما شکوفاتر و موفقتر خواهد شد. فرصتهای بیشتری برای بنگاه‌های کوچک تجاری در اسکاتلند وجود دارد. در مقابل، مخالفان این جدایی نیز سعی می‌کنند صدای خود را در مخالفت از استقلال اسکاتلند به گوش مردم برسانند. کیس کاکران، مدیر اجرایی گروه صنعتی ویر که یکی از مهمترین تولیدکنندگان پمپ‌های صنعتی است، می‌گوید: من به اسکاتلندی بودنم افتخار می‌کنم. همه عمرم اینجا زندگی و کار کردم، اما این با ماندن در پادشاهی بریتانیا منافاتی ندارد. دولت محلی اسکاتلند میگوید جدایی از بریتانیا به رشد بیشتر اقتصادی این کشور منجر خواهد شد.